بسم الله الرحمن الرحيم ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الْمَأَسُومِينَ لا سيما بقية الله في الْأَرَضِينَ روح برواه الآلمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. أرض إرادات وسلام سميموني بمهزري بینندگان و شنوندگان عزیز امیدوارم که در هر کجا که شاهد و ناظر این برنامه هستید از توفیق سعادت و خوشبختی بهرمند باشید با مباحث بیان معنای زندگی در خدمت شما عزیزان هستم و در این جلسه معنای زندگی را در فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام جستجو می کنیم و در بیاناتی که از آن حضرت به ما رسیده است می خواهیم بدانیم که حضرت چه معنایی رو برای زندگی انسان ها بیان داشتند در مجموعه فرمایشات ایشان وقتی در نهج البلاغه و کتاب های دیگری که فرمایشاتشان را ثبت کرده است نگاه می کنیم. سه تا تعبیر رو می توانیم پیدا کنیم که به شکلی بیانگر معنای زندگی هست در کلام حضرت در یک فرمایش به سمن و ارزش انسان اشاره کرده است که از خود این کلمه سمن هم می توان انسان به معنای زندگی پی برد وقتی امیر المومنین علی علیه السلام در حکمت 456 نهج البلاغه بیان می‌فرماید که این نهو لیسل انفس ثمنون الا الجنه برای جان شما و حقیقت شما هیچ متا و ارزشی جز بهشت وجود ندارد فلا طبیعوها الا بها پس مواظب باشید که در مقابل اون چیزی که از دست میدهید اون ارزش خود را یعنی بهشت را به دست بیاورید و ارزانتر از آن خود را نفروشید از این کلمه سمن ما میتوانیم معنای زندگی را به دست بیاوریم که ارزش زندگی انسان همان بهشت است و برای رسیدن به آن انسان باید تلاش جدی به خرج بدهد کلمه دیگری که در فرمایشات امیرالمومنین مشاهده می شود حرف لام هست که وقتی بیان می فرماید خلقتم آخره لال دنیا از این تعبیر این گونه استفاده می شود که می فرماید شما آفریده شده اید برای آخرت از این کلمه برای آخرت فهمیده می شود که اون معنای زندگی و هدف زندگی انسان باید آخرت باشد و اون سرای جاودانه و همیشگی به عنوان هدف اصلی انسان در زندگی مطرح باشد و بعد تصریح می کند لال دنیا شما هدفتون دنیا نیست برای رسیدن به دنیا آفریده نشده اید ولل و ولا للفنا که از این لیل بقا باز هم فهمیده می شود که معنای زندگی انسان همون باقی ماندن و جاودانه شدن انسان هست که انسان هدف طولانی و دراز مدت را برای خودش باید در نظر بگیرد و برای های زودگذر و فانی شدنی خودش رو هزینه نکند خب این فرمایش حضرت هم در قرار الحکم در حکمت 3843 مطرح شده است که از این فرمایش امام نیز استفاده می شود که معنای زندگی انسان همان رسیدنی به آخرت و جاودان شدن انسان هست نه آنکه انسان دچار گرفتار شدن در دنیا و امور فانی و زودگذر بشود در نهج البلاغه در خطبه 190 نهج البلاغه باز ما یک تعبیر دیگری را مشاهده می کنیم که به شکل دیگر معنای زندگی رو برای ما بیان می کند و در اون خطبه از کلمه و واژه غایت استفاده شده است خب خطبه طولانی هست وقت حضرت در ابتدا اشاره میفرماید که فعتصمو خب به تقوی الله خب انسانها باید به تقوای الهی چنگ بزنن و این نله ها جبلن و تیقن اروتو این دستگیره محکم و استواری هست و بعد ادامهش میفرماید خود را آماده بسازید پیش از آن که عجل فرا برسد قبل از آن که عمر محدود دنیایی انسان به اتمام برسد باید انسان آمادگی های لازم رو بگیرد قبل نزولهی فا این الغایت که در اینجا اون بحثی که مد نظر هست از همین کلمه غایت هست که امام میفرماید هدف و غایت و مقصد انسان قیامت هست که این هم تعبیری دیگر است از فرمایشات امام علیه السلام پس با این سه تعبیر از امام به این نتیجه می رسیم که معنای زندگی در فرمایشات امیر اون چیزی است که انسان با یک نگاه بلند و با یک نگاه کاملا دوراندیشانه به آن توجه کند و آن عالم آخرت هست و آن قیامت هست و اون سرای جاودانه هست که انسان خود را برای چنان عالمی آماده بسازد و اون رو در زندگی خودش هدف قرار بدهد در مجموع از این سه فرمایش امیر المومنین علی علیه السلام استفاده می شود که هم ارزش انسان که یک معنای برای معنای زندگی هست در این فرمایشات بیان شده است که همان بهشت است و هم اون قایت و مقصد نهایی انسان که قیامت هست و هم اون هدفی را که انسان باید برای اون برنامه ریزی کند که عبارت است از عالم آخرت در این فرمایشات مطرح شده است بحث دیگری که در اینجا قابل یادآوری هست در چیستی معنای زندگی در فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام هست که باید نگاه کنیم این معنای زندگی که در قیامت و آخرت و در سرای دیگر قابل تحقق هست و انسان باید به اون دست پیدا بکند از چی ویژگی های برخوردار هست در چیستی آن در این که چه های برای آن می شود بیان کرد خب می دانیم که چقدر دیدگاه های مختلف و نظرات گوناگون مطرح شده است خب در یک تقسیم بندی کلی بعضی آمدن معنای زندگی رو به کلی انکار کردن و دچاری پوچگرایی شدن زندگی را کاملا پوچ و تو خالی میبینن برخی از افراد هم آمدن برای زندگی یک معنای و هدفی و ارزش قائل هستند که این گروه دوم باز هم در تعیین این معنا و اون هدف و اون ارزش دچار اختلافات فراوان و متعدد است که در این زمینه مکاتب مختلف دیدگاه های گوناگون مطرح شده است که اگر فرصتی باشد انشاءالله به با اونها هم اشاره خواهیم کرد اللهم من مشیتک و كل مشیتک اللهم ما جا جا اما یک سوالی که در این زمینه مطرح هست که در جلسات قبل هم به گونه اشاره شد این است که چه کسی باید این معنای زندگی را برای ما بیان بکند؟ آیا دین این مسئله را بر عهده دارد؟ یا فراتر از دین ما از مسائل دیگر هم این مسئله را باید فرا بگیریم؟ اون چیزی که ما دنبالش هستیم و می خواهیم پاسخ قطعی به چیستی معنای زندگی ارائه کنیم کاملا درون دینی هست و ما می این مسئله رو با نگاه دینی بیان بکنیم برای اینکه وقت ما انسان را و این جهان را فعل الهی و یکی از کارهای خدای متعال می بینیم و در فعل خدای متعال هم باید یک هدفی وجود داشته باشد که اون هدف را و اون معنا را هم ما باید از خود خدای متعال دریافت کنیم و در حقیقت او برای ما بیان بکند که خالق بشر هست و از رمز و راز نهفته در وجود انسان آگاهی دارد و از استعدادها و توانایی که انسان دارد به خوبی مطلع هست البته در این زمینه ممکن است ما از عقل سلیم و اون چیزی که عقل سالم و عقلای عالم هم درک میکنند نیز استفاده کنیم اما بیان حقیقی معنای زندگی را بیشتر ما از متون دینی خود استفاده خواهیم کرد در متون دینی ما برای این مطلب مباحث فراوان مطرح شده است که انسان را راهنمایی می کند به اینکه به اون هدف که خدای متعال از انسان در زندگیش خواسته است انسان دست پیدا بکند یکی از چیزهایی که برای رسیدن انسان به این هدف و معنای زندگی مؤثر و کمک کار هست بیان خوبی ها و بدی ها و دستورات است که انبیاء الهی برای بشر به ارمغان آوردن که خود این بیان خوبی ها و بدی ها تا حدود زیاد گویای این معنای زندگی و راه های رسیدن انسان به اون هدف زندگی انسان هست که هدف خلقت انسان را به خوبی آشکار می سازد. در یک فرمایشی که امیر علی علیه السلام در همین زمینه بیان می‌فرماید هدف خلقت انسان را توسط انبیاء الهی به این شکل بازگو می‌کند فان الله سبحانه و تعالی لم یخلقکم ابثا این رو انسان باید بداند که خدای متعال در آفرینش انسان کار ابس و بیهوده انجام نداده است ولم یترککم صدا و بعد از آفرینش انسان هم انسان را به صورت یک موجود عبست و بیهوده رهانه کرده است بلکه بعد از خلقت انسان هم برنامه برای انسان در نظر گرفته است و لم یدعکم فی جهالت ولا اما و انسان را در جهل و نادانی و در تاریکی و نابینایی هم قرار نداده است بلکه کاملا برنامه روشن شفاف و واضح در اختیار انسان قرار داده است قد سما سم آثارکم و علم اعمالکم بلکه خدای متعال آثار انسان را و کارهای انسان را به خوبی مشخص کرده است و کار و اعمال و رفتارهای انسان را هم به خوبی میداند و کتب اجالکم و انزل علیکم الکتاب مدتی را هم برای انسان در نظر گرفته است که در این مدت باید در دنیا زندگی خودش رو سپری کند و کتابی را برای انسان فرستاده است که تبیانا لکل شی در آن هر چیزی که به صلاح انسان هست و هدف انسان را مشخص می کند و راهنمای انسان هست برای رسیدن به این هدف در آن به صورت واضح و روشن بیان داشته و ام مرفیکم نبیه و ازمانن و در میان این مردم پیامبران خودش رو فرستاده است حتی اکمل له و لکم فی ما انزل من کتابهی دینه الذی رضی لنفسه تا توسط این انبیا خدای متعال اون دینی را که پسندیده است برای انسانها ها بیان بکند و دین انسان ها را هم به اکمال برساند و انها الیکم علی لسانه و برخی از چیزها را هم بر زبانی پیامبران جاری کرده است و توسط اونها مردم را از اونها منع کرده است محاب به من الاعمال و مکارهه و خوبی ها و بدی ها را هم به خوبی برای مردم بازگو کرده است و نواهی و عوامر رو چیزهایی را که باید از آن اجتناب کرد چیزهایی را که باید به با اونها پرداخت این مسائل را هم بیان داشته و القا الیکم المعذره و عذر را در حقیقت بر انسان تمام کرده است و تخذ علیکم الحجه و حجت را هم بر انسان به اتمام رسانده است تا انسان نتواند احتجاج بکند در مقابل کارهایی که خدای متعال انجام داده است که ما نمیدانستیم معنای زندگی چیست هدف ما در زندگی چی باید باشد برای رسیدن آن باید چی کار باید کرد که در این فرمایش امیر علی علیه السلام به خوبی میبینیم که خدای متعال نه در آفرینش انسان ابس کاری را انجام داده است نه بعد از آفرینش انسان انسان را رها کرده است بلکه به صورت واضح و روشن دستورات لازم را از خوبی ها و بدی ها از اوامر و نواهی برای انسان مطرح کرده است تا عذر انسان کاملا به پایان برسد و حجت بر او تمام شده باشد خب این فرمایش امام به خوبی میرساند که برای رسیدن به هدف زندگی انسان باید این دستورات انبیای الهی را در زندگی به کار بگیرد امیدوارم که خدای متعال توفیق نایت کند که در عمل به این فرمایشات موفق باشیم و در رسیدن به معنای زندگی نیست توفیق لازم را داشته باشیم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته